با سلام خدمت شما آقای رضا اکرمی، میخواستم از شما بپرسم که نظر شما در مورد دموکراسی و لایسیته در ایران چیه و اینکه چجوری جنبشی مثل جنبش جمهوری خواهان دموکراتیک و لایک میتونه در تحقق این هدف در ایران کمک بکنه. سلام خدمت شما و بینندگان گرامی سایت رنگین کمان. من فکر میکنم که جدا از اینکه ما هر نوع نظر و گرایشی داشته باشیم و یا دیدی داشته باشیم نسبت به دموکراسی، تجربه 32 ساله جمهوری اسلامی باید به ما به خوبی نشون داده باشه که در واقع وقتی صحبت از جمهوری میکنیم، وقتی صحبت از دموکراسی میکنیم، الزاماً مسئله جدایی دین از دولت و یا به عبارتی لایسیته و یا سکولاریسم، روایت های مختلفی که از این میشه که من الان نه فرصتش هست و نه جای بحث و برخورد پیرامونش، ولی نقطه اساسی و کلیدیش این هست که جدایی دین از دولت رو من فکر کنم که ما ایرانی ها لااقل در تاریخ 32 سالمون این رو با گوشت و پوست و همه وجودمون داریم لمسش میکنیم. تلاش هایی در خود این جمهوری اسلامی صورت گرفت که یک نوعی آشتی میان دموکراسی و حکومت دینی برقرار بشه و تحت عنوان دموکراسی دینی ازش نام میبریم. این تلاش ها هم که امروز در چارچوب اصلاحات و رفرم در جمهوری اسلامی داره صورت میگیره، ما میبینیم که به قول امروزی ها جواب نمیده. علت این جواب ندادن یه بخش مهمش در همین هست که به این عنصر کلیدی و پایه‌ای دموکراسی که تاریخ جوامع دموکراتیک بر اون استوار است و به میزانی که به اون پرداختن، ما می‌بینیم که تونستن سایر اجزای دموکراسی رو هم بهش بپردازن نشد. از اینجا در جامعه ایران، خب تو این سالهای اخیر ما کاملا مشاهده میکنیم که بخش بزرگی از نه تنها روشنفکران، نه تنها فعالین سیاسی اجتماعی، بلکه امروز مردم ما در ابعاد وسیع به این نکته رسیدن که موضوع جدایی دین از دولت چقدر با اهمیته. من البته نمیخوام بگم که هر دولت سکولاری و یا هر دولت لایکی لزوما دموکرات. ما جمهوری های بسیاری رو داشتیم که دیکتاتوری بودن و سکولار هم بودن. دو نمونهش رو همین روزها جلو چشم ما بوده، یکی نمونه تونس هست و دیگری نمونه مصر که هر دو مدعی سکولاریست بودن. نمونه دیگرش سوریه هست که امیدواریم که در حلقه بعدی به سراغش مردمشون برن. بنابراین لزوماً یک حکومت سکولار و یا لایک دموکرات نیست، ولی برای دموکراسی یکی از اجزای مهمش مسئله جدای دین و دولته. این رو حداقل میشه به روشنی گفت که وقتی میخواهید یک ایدئولوژی و یک دیدگاه معینی رو مبنای تدوین قانون اساسی قرار بدید، لزوماً حذف بقیه بخش ها، عقاید و گرایش های دینی و یا غیر دینی از اون برخورداری از اون قانون خواهد شد. و اینجاست که من فکر میکنم باز هم باید ما برگردیم به همین ایده ای رو که اتفاقا در جنبش جمهوری خواهان دموکرات لایک ایده به خوبی مطرح شد و امروز که وقتی به پشت سر نگاه میکنیم، من اینجوری دارم میبینم که این ایده هر روز از نظر ایده جای خودش رو بیشتر باز کرده، ولی مشکلاتی رو این بخش داشته که ناشی از وجود این ایده نیست، ناهمخوانی این ایده نیست، بلکه مشکل راهکارها یافتن نوع تماس و حرکت در اجتماع، پیوند اجتماعی و در واقع سازماندهی مبارزات مردمی در مسیر این تفکر و ایده، اینها مشکلات جدی بوده که ما باش روبرو بودیم، هنوز هم متاسفانه باش روبرو هستیم. آقای اکرمی، از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین از شما بسیار سپاسگزاریم. من هم سپاسگزارم و تشکر میکنم از دوستان گرامی که این فرصت رو به من دادن. ممنون.